بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان گرامی، به ادامه درس مضمون پیلسکل خوش آمدید. قسمی که در ویدیو قبلی شما مشاهده کردین، به شکل عملی مثالهای را با کرسر کار کردیم که چطور میتونین شما به شکل عملی یک کرسر ایجاد بکنین و چه رقم کرسر تعریف میشه و چطور میتونین از دیتایی که داخل کرسر است استفاده کنین. وعده بخش هم میخواییم که مثالهای بیشتر را در رابطه با کرسر کار بکنیم و یکی چطور میتونین از کرسر فور لوپ استفاده کنین و یا بتونین از حلقه های دیگه ای که معمولا بر اتریشن استفاده میشه با کرسر ها چطور میتونین شما اینا را مورد استفاده قرار بدین. بنان در قسمت شما در سلاید میبینین که این مثال ما در بخش پیش کار کردیم و حالا میخواییم که مثال قبلی را که ما شما کار کرده بودیم او ادامه بدیم. خب در این مثال ما شما دیدیم که چطور کرسر ایجاد میشه. یک کرسر را به نام C% ایجاد کردیم و با کمند select all from percent ما دیتا را ریتریف کردیم و این را ربط دادیم با کرسر C% و به ادامه برنامه در قسمت executable statement ها ما دیتا را فیچ کردیم و نمایش دادیم. خب وقتی اجرا کنیم اولین ریکارد که وجود داره برای ما شما نشان میده، ولی در صورتی که در کیوری که ما شما نوشته کردیم select all from percent هست، یعنی روها فیلتر نشد، تمام روهایی را که ما شما داخل تیبل percent داریم را دریافت میکنن، داخل C% ذخیره میکنن. حالا میخواییم در ادامه کار بکنیم که چطور میتونید شما از حلقه ها استفاده کنین و دیتایی که داخل کرسر هست او را نمایش بده. خب میم در قسمت در executable statement کرسر را اوپن میکنیم. حالا لازم است که در اینجا ما از حلقه استفاده کنیم. خب یک حلقه بر شریف میکنیم، میگیم لوپ و این لوپ از اینجا شروع شد و پیش از اینکه کرسر کلوز شد ختم شد. در قسمت ایر اند میکنیم، اند لوپ. و چیزی که لازم است در اینجا وقتی ما شما لوپ ایجاد کردیم، هر بار که حلقه اجرا میشه دیتای کرسر یک ریکاردش گرفته میشه یا فیچ میشه داخل آر پرسنت ذخیره میشه و با استفاده از ریکارد آر پرسنت که ما شما داریم میتونیم فیلدهایی که داخل این ریکارد هست او را نمایش بدیم که ما شما قبلا دیدیم. نکته که مهم است ما در این پروگرام اضافه کنیم او بخش اگزیت حلقه لوپ است. پس ما باید مشخص کنیم که حلقه به صورت لایتنایی ادامه پیدا نکنه، باید در جای توقف کنم. به خاطر ما میتونیم از اگزیت ون استفاده کنیم. میگیم اگزیت چه ون، چه وقت اگزیت چه، در صورت که کرسر ما دیگه دیتا نداشته باشه یا not found چه، که ما شما از مشخصه not found میتونیم در اینجا استفاده کنیم و بهره ببریم. پس ما در این پروگرام یک حلقه اضافه کردیم و دیتا فیچ میشه و میگیم در اینجا اگزیت شوه. چی وقت اگزیت شوه؟ زمانی که کرسر دیتایش موجود نباشه. در غیر صورت این قسمت لاین 12 ادامه پیدا میکنه، اجرا میشه و دیتایی که ما شما دریافت کردیم در داخل آر پرسن هست که امو ریکارد از تبل پرسن یا از کرسر پرسن میشه او را برای ما شما نمایش میدن. خب حالا بخوایم این را یک بار تست میکنیم ببینیم که واقعا دیتایش مکمل برای ما شما نشان داده میشه یا خیر. وقت اجرا کنیم برنامه را، شما در قسمت سکریپت آوتپوت میبینیم که مکمل ریکاردهای را که ما شما داخل تبل پرسن داریم برای ما شما نمایش میدن. پس این هم یک طریقی است که ما میتونیم با استفاده از حلقه ها دیتایی که داخل کرسر است او را نمایش بدیم. پس میتونید شما از حلقه فور استفاده کنین، از حلقه وایل استفاده کنین و به این شکل شما باید مشخص کنین اگزیت پوینت خود حلقه را که چه وقت حلقه اگزیت شد. خب این بخش با هم دیگه دیدیم و ما و شما یک حلقه دیگه داریم که میتونین او حلقه را شما با کرسر استفاده کنین که او را برش کرسر فور لوپ میگیم. در این مثال که شما در سلاید پیش در بخش پیش دیدین نمایش داده شده، این مثال کار شده،
ما خواهیم که همین مثال بریم به شکل عملی کار بکنیم و ببینیم که چطور به جای لوپ شما مثلا از کرسر فور لوپ استفاده کنین. این استفادهش یک مقدار متفاوت تر هست که معمولا با کرسرها استفاده میشه این حلقه ها. خب در اینجا ما یک حلقه فور تعریف میکنیم و بعد اندکس مشخص میکنیم و در اندکسش که مشخص شد در جای اپر باوند و لور باوند ما کرسر مشخص میکنیم و به ادامه میتونیم از خود اندکس استفاده کرده و فیلدهایی که داخل کرسر هست او رو نمایش بدیم. خب این رو میریم میبینیم چطور میتونیم استفاده کنیم. خب پس زمانی که ما شما میخواییم از کرسر فور لوپ استفاده کنیم یک نکته رو بیاد داشته باشین، این که وقتی از کرسر فور لوپ استفاده میکنیم دیگه نیاز نداریم ما کرسر اوپن کنیم و کرسر آلد اوپن میشه با استفاده از حلقه یا لوپی که ما شما امروی کرسر استفاده میکنیم. بنابراین میم این بخش ریموف میکنیم و پاک میکنیم و کلوز هم میشه که ما شما فعلا در نظر نگیریم و در قسمت میریم یک حلقه فور تعریف میکنیم. میگیم فور و بعد یک اندکس مشخص میکنیم، مثلا نامش هم آیتم میمانیم که هر همو ریکارد داخل تیبل پرسن ما هست یا نامش رو میمانیم یا هر چیز دیگه میمانیم. میتونیم رو پی بگذاریم، روی پرسن و انچوه مطابق ساینتکس کلی که برای حلقه کرسر داریم و در قسمت کرسر خدا مشخص میکنیم، میگیم سی پرسن. خب و به ادامهش لوپ داریم و لوپ ختم میشه. خب حال در قسمت ما دیگه نیاز نداریم که در اینجا ما از فیچ و از اگزیت استفاده کنیم. اینا رو چی میکنیم؟ کلان ریموف میکنیم و اینمی حلقه چی میکنه؟ کفایت میکنه. میتونیم لوپ بالا ببریم که کمی بهتر معلوم شد. بنابراین در قسمت ما میم میخواییم آوتپوت بتیم یا خروجی رو بر ما شما نمایش بتیم. حال بجای ریکارد پرسن را که شما قبلا در پروگرام جور کرده بودیم و تایپش رو تایپ بود، میتونین شما چی استفاده کنین؟ اندکس را که برای حلقه کرسر شما در نظر گرفتین که در اینجا چی است؟ آر پی است. میتونیم ما بگیم آر اندرسکور پی و به ادامه دات پرسن آی دی که همو فیلدی است که در داخل تیبل پرسنس میشه. به این شکل ما آر پرسن را ریپلیس میکنیم به آر پی و این مکمل تا آخر ریپلیس میکنیم که بتونه فیلدهای ما شما را نمایش بده. خب آله میتونیم این را اجرا کنیم، این را انتخاب میکنیم و اجرا میکنیم. خب وقتی که اجرا میکنیم ببینیم نتیجهش با پروگرام قبلی یکسان است. پس ما این برداشت میکنیم که به خاطر لوپ کردن کرسر ما میتونیم دو روش استفاده کنیم. یکی از حلقه لوپی که به شکل سیمپل در اتریشن ها استفاده میشه شما استفاده کنین و در اونجا اگزیت پوینت باید تعریف شد و مشخص شد که چه وقت حلقه شما اگزیت شد و نحوه دومش یا نحوه دومش استفاده از حلقه فوری که بر کرسر استفاده میشه که در اینجا ساینتکسش مشخص است. شما کلمه کلیدی فور استفاده میکنین و بعد به ادامش یک اندکس تعریف میکنین و همچنان به ادامش شما میتونین کرسر را انتخاب بکنین و بعد لوپ کنین و با استفاده از همین اندکس شما میتونین دیتایی که در داخل کرسر هست او را نمایش بدین. پس میتونین از کرسر لوپ به این شکل شما استفاده کنین. خب موضوع بعدیش ایجاد کرسرها با پارامترها است. ما میتونیم کرسر را داشته باشیم که در او کرسر پارامتر موجود باشه و دیتا را از طریق پارامتر پاس کنیم در داخل کرسر و در داخل اکزیکیوتیبل استیتمنت کرسر او دیتا مورد استفاده قرار بگیرن. مثلا شما در این مثال میبینین یک ریکارد ایجاد شده به نام امپلوی ریکارد که تایپش امپلوی رو تایپ است، از تیبل امپلوی استفاده میکنه. کرسر ایجاد شده و بعد به ادامه نام کرسر ما برای این کرسر پارامتر تعریف کردیم و جاب این و بعد تایپش مشخص میشه و در قسمت
کیوری سلکت هم ما از استفاده کردیم، گفتیم ویر جاب ما مثلا میشه جاب این باشه، و وقتی که بخوایم از حلقه فور کرسر استفاده کنیم در اینجا بعد از نام کرسر ما پارامترش دیتایش پاس میکنیم و این دیتا میره داخل کرسر و در اینجا سلکت میشه یا کیوری میشه و دیتا را بر ما شما نمایش میتن. خب میبینیم که چطور ما میتونیم پارامترها را هم در داخل کرسر استفاده کنیم. اینجا این مثال تغییر میدیم. خب قسمی که پیشتر گفتیم میتونیم ما بر کرسر خود پارامتر بدیم. بعد از اینکه نام کرسر نوشته کردین میتونید شما پرانتیز باز کنین و پرانتیز بسته در قسمت پارامتر تعریف میکنین. خب ما میایم در اینجا پرسن آی دی را به اسم پارامتر ارسال میکنیم، نوشته میکنیم پی آی دی تایپش چی باشه؟ نمبر باشه. خب و در اینجا در داخل سلکت خود هم میتونیم ما کیوری را تغییر بدیم، یک شرط برش اضافه کنیم، میگم سلکت کنه all from persons where person underscore id ما مثلا میشه به PID باشه که به حیث پارامتر ارسال میشه داخل کیوری سلکت و دیتا بازیافت میشه و دیتا را دریافت میکنم. و در داخل حلقه کرسر میتونیم شما پارامتر استفاده کنیم، در جایی که شما کرسر استفاده کنیم for rpn c person، حالا در اینجا پارامتر ارسال میکنیم. میتونیم در جای PID ما یک ID مشخص داشته باشیم، میتونیم تیبل ما ببینیم، در تیبل ما شما پرسن آیدی 1, 2, 12, 13, 23 داریم و در قسمت در داخل پروگرام که آمدیم، در داخل پروگرام میتونیم ما قیمت مشخص بر PID ارسال کنیم. خب مثلا ما میگیم قیمت PID ما 1 باشه، یا بره ریکارد را نشان بده که پرسن آیدیش 1 باشه و ایره همراه کرسر ما استفاده کردیم و بعد دیتا را لوب کنه و برای ما شما نشان بده. اسکریپت را تبتا کلیر میکنیم، پروگرام انتخاب میکنیم و میرم ایره اجرا میکنیم. وقتی که اجرا میکنیم ببینیم که پارامتر هم در اینجا مورد استفاده قرار گرفته و دیتایی را که بر ما شما نشان میده، چون ما شما لوپ استفاده کردیم، یعنی تمام دیتاهایی که داخل کرسر به نام سی پرسن هست باید نمایش شده شوه، ولی فهمیده میشه که در اینجا ما فقط یک ریکارد داریم که او هم کسی هست که آیدیش چی است، مطابق به آیدی پارامتر است که ما در اینجا ارسال کردیم که چی میشه؟ 1 میشه. پس دیتای شخصی که آیدیش 1 است دریافت میشه و برای ما شما نمایش میده که آیدیش 1، فرست نیمش احمد، لاست نیم احمدی و ایمیلش هم @gmail.com. میتونیم ما شما رو داخل تیبل پرسن مشاهده کنیم، میگم سلکت کنه all from persons، یه را اکزیکیوت میکنیم و میبینیم که کسی که آیدیش 1 است نامش احمد است، به مشکل لست نیمش احمدی و احمد @gmail.com و در اسکریپت آوتپوت ببینیم نتیجه چی است، شبیه هم است. یا اگر بیایم این پارامتر چینج کنیم، مثلا میگیم پارامتر جی تغییر میخوره نو قیمتش آل 12 باشه، دیتای را که مرسال میکنیم به جای پی آی دی 12 میگیریم و این را اکزیکیوت میکنیم. خب وقتی که 12 باشه احمد خان است و به این شکل ادامه پیدا میکنه. ببینید وقتی کیوری رو مشمول اجرا کنیم ریکارد که آیدیش ریکارد سوم که پرسن آیدی چی است 12 است برای مشمول نمایش میده. پس ما میتونیم به این شکل پارامترها رو هم در داخل کرسر استفاده کنیم. پس وقتی میخواین پارامتر استفاده کردن داخل کرسر، ممکن است اینجا چند پارامتر دیگه هم وجود داشته باشه، مثلا یک ایمیل هم برش میتیم یا فرست نیم هم برش میتیم. میتونید اینجا شما یک پارامتر دیگه هم داشته باشین، ایمیل تایپش ور4 باشه، ور4 2 باشه. ایره هم برین شما استفاده کنین، باز میتونین در قسمت دیتای ایمیل هم ارسال کنین، ایمیلش هر چیزی که باشه در قسمت دیتا ارسال میشه داخل کرسر و میتونه از دیتای داخل کرسر استفاده کنن. پس وقتی بخواییم ما پارامتر داخل کرسر استفاده کنیم، بعد از نام کرسر پرانتز باز میکنیم و بسته میکنیم و در داخلش پارامتر همراه تایپش مشخص میکنیم، یعنی همو وریبل ها رو تعریف میکنیم و تایپش مشخص میشه و زمانی که
در داخل اکسیکیوتد استیتمنت ما کارسر را کال کردیم یا کارسر را بخوایم مورد استفاده قرار بدیم، در اونجا شما پارامترها را امرش ارسال میکنید یا پاس میکنید. خب در قسمت ما شما دیدیم که چطور میتونن از حلقه که مخصوص بر کارسر هست، حلقه فور کارسر و لوب استفاده کنند برای اینکه دیتای کارسر شما نمایش بدن یا اورا مورد دسترسی قرار بدن. و در ضمن استفاده از پارامترها را هم امر کارسر مشاهده کردیم که شما میتونن بر کارسرتان پارامتر تعریف کنند و دیتا را در زمان استفاده از کارسر پاس کنند و مورد استفاده قرار بگیرند. تشکر از توجه شما.